نمایش روز اتحاد و اقتدار، حماسه آفرینی ملت ایران، بهت و حیرت جهانیان. و حضور صدها خبرنگار از 33 کشور برای انعکاس عظمت وحدت ملی ایرانیان. بین مردم ایران اتحاد و رویه بسیار خوبی وجود داره. سلام، ساعت 23 به وقت تهران است. در خدمتون هستم از پخش شبکه خبر با بخشی از اخبار. امت انقلابی و قهرمان ایران یک بار دیگر در سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی به خروش آمد تا به جهانیان ثابت کند پایدارتر از همیشه پای آرمانهای انقلاب ایستاده است. سرزمین من ایران است، از سرزمین خورشید، خراسان رضوی، جنوبی و شمالی تا خطه همیشه سرسبز گلستان و مازندران و گیلان همیشه قهرمان، مردم یک صدا حمایت از آرمانهای انقلاب اسلامی را فریاد می‌زنند. جشن تولد انقلاب، مردم ولایت مدار قم این چنین با شکوه در از گذشته با انقلاب امام راحل و ولی فقیه خود تجدید پیمان کردند. قهرمانان خوزستان، دریادلان بوشهر و زاگرس‌نشینان ایلام همچون مردم پایتخت طبیعت ایران کهگیلویه و بوی رحمت با همتی به بلندای فلک و لفلاک لرستان و غیرتی جوشان همچون چشمه‌های چهارمحال بختیاری امروز خوش درخشیدند. شور به جهانیان نشان داد که تحریم ها و تهدید ها علیه ملت ایران هیچ تأثیری بر اراده و عزم راسخ ایرانیان نداشته و نخواهد داشت. فریاد همان مردان و زنانی است که با رهبری امامشان ایام انقلاب اسلامی را در ورای مرزهای جغرافیایی تنین انداز و با خروششان موج بیداری اسلامی ایجاد کردند. خروش انقلابی به ما میگوید حماسه حضور تمام شدنی نیست و امتداد دارد تا 12 اسفند روز انتخاب. مردم ایران تو راهپیمایی شرکت نمیکنند. این جست مال چیه؟ این مال اوباماست. اما حالا پشت سر نگاه کن، اولین روز زندگیتون اومدی تو راهپیمایی؟ خدا را شکر میگویم که روز اول زندگیمون با این روز حماسه رقم خورد. ما تا زندگی پیرو رهبری و همیشه در صحنه. حضور پرشور و حماسه مردم اصفهان بار دیگر عظمت، اقتدار و عزت انقلاب اسلامی را به جهانیان نشان داد. زنده با ایران. ایران ایران
اما نسل چهارمی ها به خوبی پیام انقلاب اسلامی رو دریافت کرده و با حضور خودشون در راه پیمایی یوم الله 22 بهمن حماسه عظیمی رو رقم زدن. همزمان با 33 جشن تولد انقلاب اسلامی ایران، نسل چهارمیای انقلاب امروز توی شهر کرد هواپیمای آرکیو 170 آمریکایی را 1500 تیکه کردن و خوردن. این کیکو برای پیروزی انقلاب آوردن. شیرینی این کیکو تقدیم میکنم به اون سربازای گمنامی که هواپیمای آرکیو 170 رو نشوندن. کودکان و نوجوانان هم امروز در این جشن بزرگ سهمی داشتن. چند سالته؟ 6 ساله. چرا با تفنگت اومدی؟ دشمنم اومدن بکشن. واسه چی اومدی راه پیمایی؟ اومدن تا با مشت به صندوق دهن آمریکا. برای پیروزی اسلامی. برای مقابله با دشمنان. برای آمریکا تا بفهمه که هیچ غلطی نمیشه. وظیفه هر کسیه، وظیفه هر ایرانیه دیگه، نشانه ملیتمونه که باید تو همچه صحنه های حضور داشته باشیم. فقط اینکه دو تا پشت دستی، یکی بذارم تو گوش انگلیس و آمریکا، یکی هم بذارم تو گوش اسرائیل. من فقط میخوام به دشمنان بگم هیچ کاری نمیتونن بکنن تا زمانی که ما همچین رهبری داریم، تا زمانی که خامنه ای رهبر این کشوره و تا زمانی که ما پیرو به دستورات ایشون باشیم و تا زمانی که همه اینجا بسیجی باشن، اونا هیچ کاری نمیتونن بکنن، چون اونا طبق خواسته های خودشون میخوان برن ولی ما عقل با عقل خودمون پیش میریم. واسه اینکه میخوام بگم که اگه تو کوفه امام علی تنها گذاشته، ما هیچ وقت امام زمان رو تنها نمیذاریم. اما حضور 270 خبرنگار از 33 کشور برای پوشش خبری عظمت وحدت ملی ایرانیان. حضور بیش از 270 خبرنگار خارجی از 33 کشور جهان یکی از ویژگی‌های مراسم پرشکوه 22 بهمن امسال بود. مراسم راهپیمایی 22 بهمن امسال را 128 رسانه مختلف خارجی پوشش دادند. پوشش خبری این مراسم از ساعت 8 صبح با استقرار در جایگاه ویژه خبرنگاران شروع شد. جین گان وانگ خبرنگار شبکه تلویزیونی CCTV چین که برای اولین بار در این مراسم حضور پیدا کرده بود و از دیدن جمعیت شرکت کننده شگفت زده شده بود اینطور میگه: به نظر من این روز برای مردم ایران اهمیت بسیار زیادی داره، به خصوص در این مقطع زمانی. خیلی ها رو دیدم اومده بودن از عقاید و حقوقشون از جمله انرژی هسته‌ای دفاع کنن. خبرنگار تلویزیونی فورنیکس هنگ کنگ خبرنگار دیگه ای بود که در جایگاه حضور داشت. او میگفت: پیش از اینکه ایران بیام درباره تاثیرات تحریم ها بر اقتصاد ایران و نارضایتی مردم فکر میکردم. حالا که در مراسم سالگرد انقلاب شرکت کردم،
متوجه شدم که بین مردم ایران اتحاد و رویه بسیار خوبی وجود داره. فکر میکنم تحریم ها نمیتونه اثری بر مردم ایران داشته باشه. رضا باشا خبرنگار تلویزیونی دبی هم درباره حرف مردم ایران در این حضور با توجه به تهدیدهای خارجی اینطور میگه: کلمه شعب ایرانی كانت واضحه على مدار السنوات الماضيه. حرف مردم ایران در طول سالهای گذشته یه چیز بوده. امام خمینی به زبان فارسی فرمودن آمریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه. واقعا ما درستی این سخن رو در میابیم. به هر حال جهان آمریکا در قبال حکومت‌هایی که از حمایت مردمی برخوردارن نمیتونه کاری بکنه. اینطور بگم، مادامی که مردم ایران به نظام خود وفادارن، تهدیدها و تحریم‌های بین‌المللی هیچ نتیجه‌ای نخواهد داشت. لن تؤتي بأي نتيجة طبعا ما دام هذا الشعب متمسك بهذه القيادة. گزارش هم با جمله زیبای این خبرنگار درباره مردم کشور عزیزم ایران به پایان میرسه. مردم ایران بیدار و زنده هستند. حالا چند خبر گوناگون از نقاط مختلف جهان. حمله حلزون‌های غول‌پیکر به فلوریدا. هزاران حلزون غول‌پیکر به حیات خلوت خانه‌ها در ایالت فلوریدای آمریکا حمله کردند. این حلزون‌های آفریقایی به بزرگی کف دست هستند و هنوز کسی نمی‌داند چگونه سر از خاک آمریکا درآوردند. محققان تاکنون بیش از 35,000 از این حلزون‌ها را جمع‌آوری کردند. این حلزون‌ها به بیش از 500 گونه گیاهی خسارت جدی وارد کرده و به سرعت تکثیر می‌شوند. حلزون برای ساخت دیواره صدفش به کلسیم نیاز دارد و از این رو مواد حاوی کلسیم را در دیواره خانه ها میخورد و به آنها خسارت میزند. زندگی از جنس سکه های پول خرد. یک مرد میانسال روس در طول سالهای گذشته عمر خود را صرف جمع‌آوری پول خرد کرده است. نتیجه این تلاش خانه ای است که در همه جای آن پول خرد به چشم میخورد. یوری بابین از اینکه چنین خانه ای برای خودش درست کرده بسیار خوشحال است. او میگوید به جای فرش که همه جا از آن استفاده میشود، کف خانه اش را با سکه های پول خرد پر کرده تا زندگی متفاوتی را تجربه کند. این شهروند روس حتی کت خود را با استفاده از سکه های پول خرد درست کرده و ساعت و چکمه هایش پر از سکه های فلزی است. او امیدوار است بتواند رکورد جدیدی را به نام خودش در کتاب گینس ثبت کند. بزرگترین طوفان خورشیدی در راه است. بزرگترین طوفان خورشیدی در 9 سال گذشته به دلیل فوران شدید ذرات در سطح خورشید روز یکشنبه 23 بهمن رخ خواهد داد. این تابش رادیواکتیو در سطح فضا روی خواهد داد، به طوری که با کره زمین 8 میلیون کیلومتر فاصله خواهد داشت. این چرخه خورشیدی از قوی ترین چرخه های خورشیدی در سالهای گذشته است و می تواند باعث اختلالاتی در کره زمین و در سامانه های الکتریکی، عملیات های فضایی و هدایت ماهواره ها شود. بیشترین حوزه تاثیر این طوفان خورشیدی در محدوده قطب شمال خواهد بود. کتاب کوچک شارلوت برونته. مجله مردان جوان شماره 2 نام کتاب دست‌نویس منتشر نشده ای از شارلوت برونته، نویسنده مشهور انگلیسی است که در سال 1830 زمانی که شارلوت جوان 14 سال بیشتر نداشت به تحریر درآمده است. این کتاب حدود 690 هزار پوند معادل 1 میلیون دلار، یعنی بیش از دو برابر قیمت پیش بینی شده به فروش رفت. این کتاب کوچک دست نوشته که تا پیش از زمان حراج رویت نشده بود در قطع بسیار کوچک در 19 صفحه و حاوی 4000 کلمه است و هر صفحه آن حدود 35 میلیمتر عرض و 61 میلیمتر طول دارد. این نسخه حاوی توصیف دقیقی از جنون و جنایت و مقدمه ای است بر یکی از معروفترین صحنه های رمان جین ایر که برونتو در آن نهایت خلاقیت و ذهنیت ادبی خود را به نمایش گذاشته است. تصاویر زیبا از زمستان اروپا. رضایی خبرنگار شبکه خبر. در آمریکا با تعطیلی دو بانک دیگر، شمار بانک‌های تعطیل شده از ابتدای امسال تا کنون به 12 مورد رسید. در سال 2010 157 بانک آمریکایی با دارایی 92 میلیارد و 100 میلیون دلار ورشکسته و در سال 2011 92 مؤسسه مالی با دارایی 34 میلیارد و 900 میلیون دلار تعطیل شد.
کاخ سفید پیشبینی کرد که کسری بودجه آمریکا در سال مالی 2012 به 1330 میلیارد دلار معادل 8.5% تولید ناخالص داخلی برسد. بسیاری از بانک‌های بزرگ آمریکا هم در خصوص سلب مالکیت خانه‌های مردم فریبکاری کردند و در نتیجه بسیاری از